واکنش مریم سما در مجلس نمایندگان. خروج نیروهای آمریکایی باید مسئولانه باشد. اجندای مشخصی که تعیین کردین، اولا در رابطه با خروج ایالات متحده از افغانستان میگم که باید مسئولانه باشد. رهبران سیاسی بازنشسته دنبال امتیاز گیری نباشند. وکیلان محترم در مجلس از قوم خواست دفاع نکنند. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال سازید. مریم سما عضو مجلس نمایندگان در واکنش به خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان گفت: اگرچه نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان می توانند از خاک و نواحی افغانستان دفاع کنند، اما خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان باید مسئولانه و محتاطانه باشند و ایالات متحده باید نتیجه معامله ای که با طالبان در قطر انجام داده است با ما شریک سازند. اگر نه، هم ایالات متحده و هم متحدینشان زیر سوال خواهند رفت. در رابطه با خروج ایالات متحده از افغانستان میگم که باید مسئولانه باشه. گرچه نیروهای امنیتی و دفاعی ما از کشور آمادگی ازیرا دارن که دفاع بکنن، چنانچه کردن، امریکا باید نتیجه بازنگری معامله‌ای که با طالب در قطر کرد اول نتیجهش شریک بسازه، بعد امتیاز بیشتر به طالب قائل بشه. اگر نه، هم خودش و هم متحدینش از زیر سوال میبره. دیروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای جو بایدن در اتاقی که از آنجا فرمان حمله به افغانستان توسط آقای بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده 20 سال قبل داده شده بود، اعلان کرد که تمام نیروهایش را تا ماه سپتامبر 2021 از افغانستان خارج میکند. The same spot where on October of 2001 President George W. Bush informed our nation the United States military had begun strikes on terrorist training camps in Afghanistan. همچنان با اعلان خروج نیروهای ایالات متحده، دبیر کل ناتو نیز اعلان کرد قوتهای ناتو هم تا ماه سپتامبر، یعنی تا 5 ماه دیگر، افغانستان را ترک خواهند کرد. مریم سما در قسمت دیگری از سخنانش به رهبران سیاسی و وکیلان مجلس نمایندگان پرداخت و گفت: رهبران بازنشسته چرا پا از حدشان بیرون میگذارند و حق مردم را در انحصار خود گرفته و برای خود و آقازاده هایشان از حکومت باج میخواهند، در حالی که صاحبان اصلی افغانستان که مردم و جوانان هستند، آنها فقط نظاره‌گر میباشند و رهبران سیاسی به جای پرداختن به ختم جنگ و صلح دنبال امتیازگیری و چوکی هستند. وی از فرد و شخص خاصی نام نبرد، ولی گفت رهبران سیاسی باید دنبال این باشند که صلح در کشور بیاید. آنها در این وقت حساس ساختار تغییر نظام را جایگزین صلح نکنند. مردم افغانستان به صلح و آتش بس نیاز فوری دارند. بعد از اینکه مردم و جوانان به آرامش رسیدند، در فرصت مناسب روی ساختار تغییر نظام فکر خواهند کرد. ایشان همچنان غیر مستقیم به بعضی از وکیلان مجلس اشاره کرد و گفت آن عده از وکیلان که از قوم خاص دفاع میکنند نماینده واقعی مردم نمیباشند. متاسفانه روزها کشمکش و سراسیمگی بر سر سرنوشت ای کشور به اوج خود رسیده و صاحبان اصلی ای کشور که مردم به خصوص جوانان هستند نظارگر و پایمالند. چرا خواهان تغییر ساختار و نظام میشنده ای وضعیت؟ آیا بحث ما ختم جنگ و مصالحه با طالب است یا مشکلات سیاسی درونی و عقده گشایی ها؟ آنچه مهم است ختم جنگ است، آتش بس است، عدالت اجتماعی و انتقالی است و بعد از او که فضای ملتهب پر از خشونت و پر از عقده برطرف شد، او وقت آینده سازای کشور، جوانای کشور در مورد تغییر ساختار یا نظام صحبت خواهد کردن. اینمی سیاسیون چهرهای تکراری بازنشسته
شما بر اساس چه چیزی قدرت انحصار کردین و همیشه سهم خواهیم هم برای خودتان و هم برای آقازاده هایتان. در مورد کسایی که این روزا مسائل قومی را مطرح میکنن میخواییم بگم که شما نماینده های واقعی مردم نیستین. هر کسی که خود نماینده یک قوم خاص میدانه نماینده مردم نیست. عزیزان بیننده، برای همکاری با من لطفاً کانال استار میدیا رو سابسکرایب کنید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. برای همه شما سلامتی و خوشبختی میخواهم.